سازمان دیدبان حقوق شیعه شیعه رایتس واچ حمله تروریستی به حسینی شیعیان سلطان نشین عمان را محکوم کرد. همکارم در رابطه با این بیانیه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. سازمان دیدبان حقوق شیعه شیعه رایتس واچ حمله تروریستی به شاعر حسینی در سلطان نشین عمان را به شدت محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، این سازمان در بیانیه‌ای اظهار داشت، گزارش‌ها حاکی از آن است که بر اثر حمله افراد مسلح تکفیری به یکی از حسینیه‌ها در روز عاشورا در میان صفوف شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت عاشورا تعدادی کشته و زخمی شدند. این سازمان در ادامه گفت این حمله منجر به کشته یا زخمی شدن ده‌ها غیر نظامی بیگناه شد و قربانیان هیچ گناهی جز احیای مراسم دینی و شعائر مذهبی خود مرتکب نشدند. سازمان دیدبان حقوق شیعه شیعه رایتس واچ از مقام‌های رسمی در سلطان نشین عمان خواست تمام تلاش خود را برای ریشه‌کن کردن ایدئولوژی تکفیری نفوذ یافته در این کشور به کار گیرند و بر لزوم اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی که امنیت جامعه بردبار عمانی را تهدید می‌کند تأکید کرد. این سازمان در پایان بیانیه خود ضمن طلب رحمت و مغفرت برای قربانیان جهت مجروحان این فاجعه شفای عاجل از درگاه الهی خواستار شده و با اشاره به این آیه شریفه قرآن بیانیه خود را به پایان رسانده است که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدای متعال اجر نیکوکاران را ضایع نمی کند. بینندگان عزیز، در گزارشی که امروز پخش شد دیدیم و شنیدیم که سازمان دیدبان حقوق شیعه شیعه رایتس واچ حمله تروریستی به حسینی شیعیان سلطان نشین عمان را محکوم کرد. ارتباطمون با آقای جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از تهران برقراره. آقای مقدم سلام و عرض ادب دارم. آقای مقدم، با توجه به آشنایی شما با کشور عمان، به نظر شما ریشه این رخداد در عمان با توجه به این که در این کشور کمتر حملات تروریستی رخ میده چیه و چرا حسینی شیعیان برای هدف انتخاب شده است؟ بفرمایید. به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. ممنونم. این حدود بیش از 10 ساله که در عمان حضور دارن، شاید اولین بار باشه که چنین اتفاقی رو ما شاهد هستیم و تجربه من این رو نشون میده که در عمان، خب همینطور که مستحضرید، مذاهب اسلامی بدون هیچ محدودیتی فعالیت دارن و تو اکنون ما تا امروز یا تا روز گذشته که این اتفاق افتاد چنین اتفاقی رو شاهد نبودیم. و این که حالا میفرمایید ریشه در کجا داره، من اعتقادم اینه که این یک عملیاتی است که در حقیقت یک اعلام حضور مقطعی داعش بوده که تکرار هم نخواهد شد. یعنی با توجه به رویکرد سلطنت عمان نسبت به بحث داعش که از همون ابتدا که در منطقه شکل گرفت، سلطنت عمان، ROP، پلیس عمان به شدت تا جایی که من اطلاع دارم در روی این موضوع حساسن و مراقبت میکنن که چنین مسائلی در عمان شکل نگیره. بنابراین برخورد قطعا یک از طرف داعش، اگر بگیم بخوایم ارزیابی کنیم موضوع رو، یک حضور مقطعی و غیر قابل تکرار هست و من مطمئنم که با شناختی که از ROP عمان دارم، اینها اجازه تکرار این اتفاقات رو نخواهند داد. و خود سلطنت عمان هم سیاست کلانش همین هست که در برخورد با گروه های افراطی، به خصوص گروه های افراطی دینی مذهبی، بسیار مراقبت میکنه و به شدت برخورد میکنه با این نوع رفتارها که خدای نکرده بخواهد امنیت عمان رو به شکلی تحت تأثیر قرار بده. خب مستحضر هستید که عمان جزء یکی از امترین کشورهای منطقه محسوب میشه و چه بسا در جهان، و این یکی از امتیازاتی است که سلطنت عمان حساسیت داره روی اون و مراقبت میکنه که این امتیاز رو به دلایلی که خب یه بخشش میتونه به
حضور توریست ها مربوط بشه و بخش دیگرش به حضور سرمایه گذاران خارجی که رو به توسعه است، این رو مد نظرش هست و از این دستاورد و از این امتیاز مراقبت میکنه. بله، با تشکر از جلیل مقدم، فعال رسانه و تحلیلگر سیاسی اجتماعی از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.